جناب دکتر احدی، بسیار تشکر از فرصتی که با ما دادین. اخیرا دولت امریکا اعلان کرد که پول برای افغانستان چاپ میکنه، برای بانک مرکزی افغانستان. آیا هیئتی که مسئولیت نظارت بر سپرده های دولت افغانستان حدود 70 میلیارد دلار دارن و شما در جزء عضو از او هیئت هستین، از این مسئله آگاهی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، آگاهی داریم. گرچه ما قبلا گفته بودیم که اگر بانک مرکزی پول نداشته باشه، این صندوق میتونه که او مصرف اجرا کنه، ولی تا جایی که فعلا من معلومات دارم، اونا ضرورت به کمک از صندوق ندارن، خودشان پول تادیه میکنن و پول ظاهرن عبدالر معلوم بشه که اونا پول به بانک افغانستان انترنشنال دادن. افغانستان انترنشنال رو پول به کراون ایجنت روان میکنه و کراون ایجنت باز بالاخره به سیتی بانک و از رای سیتی بانک باز به قراردادیا میرسن. بله، چیز دارم، معلومات دارم، ولی این اجراعات یا تادیه از طرف صندوق افغانستان نمیشه. شما معلومات دارین که در مجموع چه مقدار پول از بانک مرکزی افغانستان از این طریق که شما گفتین به بانک افغانستان انترنشنال و بالاخره به برای خریداری از این پول بیرون شده؟ نه خیر، اونطور معلومات موثق ندارم که چه مقدار باشه، اما قدر میفهمم که در حدود 350 یا 390 میلیون بانک نوت در پولند چاپ میشه و به می مقدار هم در فرانسه چاپ میشه. پول ارزش پولی که در پولند چاپ میشه در حدود 10 میلیارد افغانی میباشه و ارزش پولی که در فرانسه چاپ میشه اونم در حدود 100 میلیارد افغانی میباشه. مقدارش برای ما معلوم نیست، اما باید مقدار قابل ملاحظه باشه، به خاطر که ما باید میایه که ما وقتی که پول سابق افغانی را به پول نو تبدیل میکردیم در حدود 20 میلیارد افغانی چاپ کرده بودیم و در اون وقت 18 میلیاردش هم تعویض بود، 1-2 میلیارد دیگه در خزانه گذاشته شده بود، در اون وقت هم در حدود 18 تا 20 میلیون دلار قیمت شده. شما گفتن که فعلا قرار است 100 بیلیون یا 100 میلیارد افغانی در فرانسه چاپ شود و حدود 10 میلیارد افغانی دیگر در پولند چاپ شود، درست؟ آیا بله، ببخشید، دلیلی که ارزش پولی که در پولند چاپ میشه این است که وجه بانک نوتای خرد در پولند چاپ میشه. 10 افغانی، 20 افغانی، 50 و 100 افغانی در وجه چاپ میشه، 500 و 1000 افغانی، نوتای 500 و 1000 افغانی در فرانسه چاپ میشه. اینمی آردر سابقا داده شده بود و قرار بود که اجرا شود حتی در زمان حکومت دکتر سبغنی، ولی معاملات اجرا نشد و وقتی که تحریمات آمد اینمی معاملات بانکی صورت گرفته نمیدانست. خب صندوق برای بانک مرکزی اطمینان نخواه، یعنی وعده کرده بود که ما سری اگر ضرورت باشه ما اینمی پول چون ضروری است که اجرا میکنیم، ولی فعلا معلومات مطوری است که او پول خود بانک مرکزی افغانستان. خب این پول هایی که 100 میلیارد افغانی یکی و 10 میلیارد در مجموع 110 میلیارد افغانی بانک نوت های کوچک و کلان، با مارک و با نشانی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان چاپ میشن یا با نشانی و مارک حکومت طالبان؟ نه خیلی، با مارک سابق چاپ میشه، ولی در مارک سابق هم معذرت میخوایم که ما فراموش کردیم، فکر نمی کنم که جمهوریت اسلامی ذکر شده باشه، نوشته در بالا نوشته شده که در افغانستان بانک و او دیزاین در وقت شده بود که من رئیس بانک مرکزی بودم، او هنوز جمهوریت اسلامی هم اعلان نشده بود، حکومت موقت بود، عبوری و موقت بود، به اساس اونمو بانک دیزاین سابقی که داشتیم تا جایی که برای من معلومات است و ما مشخصا پرسان کردیم این بازوره، گفتن که بمون دیزاین سابق. آقای احدی، ما بیاد داریم در اون زمان که شما رئیس بانک مرکزی بودین، در دوره حکومت موقت و انتقالی خودتان اشاره کردین،
حرفای برآمد، البته کپی های از بانکنوت های صد افغانی برآمد که در او امارت اسلامی افغانستان نوشته شده بود. آیا او بانکنوت ها در دوره حکومت قبلی طالبان فرمایش داده شده بود؟ من معلومات ندارم، ولی ما بانکنوت ها را ندیدیم. بانکنوت های سابقی که ما دیدیم خب بانک مرکزی به حکومت مرحوم مصادربانی چاپ شده بود و در عین وقت بانکنوت برای محقق صاحب و برای جنرال صاحب دوستم هم چاپ می شد. اون وقت ای که برای بانک برای امارت شده باشه او را ما معلومات ندارم، چون این بانکنوت ما ندیدیم در وقت. ولی اما قدر می فهمم که امارت اول، دوره اول امارت، اونا می خواستن که پول تغییر بدن و راستش بگویم امی فرمول را که ما پسان عملی کردم وقتا ما با امراشان شریک کرده بودم و امکان دی است که اونا به ارتباط کدام اقدام کرده باشه. ولی بانکنوت، یعنی شما در دهه 90، شما در دهه 90 عین فرمول با رژیم طالبان در اون زمان شریک ساخته بودین؟ بله، من فکر کردم که ابو وقتا من گفتم که مشکلی است که امی یک دلار در حدود 50,000 افغانی بالکل یک حالت مشکل می سازه برای مردم، مشکل می سازه که از پول افغانی کسی استفاده کنه. یکی دومی که از طرف منابع مختلف پول چاپ می شد و به او اساس بانک مرکزی هیچ کنترل نداشت. اونا پرسان کردن خیر چاره چیز، ما گفتم چاره ایست که باید بانک نوت تغییر کنن. این نظرات ما شریک کرده بودم و در وقت هم گفته بودم که باید سه سپر باید کم شود تا یک کسی بتانه که در جیب خود یک ارزش پولی را به اصطلاح داشته باشه، که یک مقدار ارزش داشته باشه که کسی در جیب خودم او پول نگاه کرده بتانه. ولی ما بانک نوت اونا را ندیدیم و معلومات ندارم. خب آقای هدی، به نظر میرسه که تاریخ چرخش عجیب کرده. باز هم طالبا بر کابل حاکم هستند و باز هم شما بر صندوق وجهی افغانستان نظارت دارین و بار دیگر بر از اونا شما مشوره میتونین، کمک میکنین برای طالبا. نقش این صندوق یا نشنال ریزروز افغانستان در پرداختن این پول ها به حکومت طالبان چیست؟ خب یک مشکل است عدم موجودیت بانکنوت و خصوصا بانکنوت هایی که فوق‌العاده کهنه شدن. این یک مشکل است و ما که بحث کردیم با مقامات امریکایی به این نتیجه رسیدیم که یک ضرورت است و با او اساس اگر این قسم ضرورت از این رای صندوق اجرا میشه، در اون صورت ما در این چیز مخالفت نداریم. اینمی امو به اصطلاح امو دلیلی قبول کردن این قسم یک مصرفی بود. در این حال چندین تقریبا 8-9 ماده است که ما گفتیم که در پرنسیب این قسم مصارف قبول کرده میدانیم. یکی مثلا عضویت افغانستان در موسسات بین المللی است، مثلا عضویت افغانستان در بانک جهانی و در IMF و در بانک آسیایی، اونا هم حق العضویت میخواه هر ساله. اگر او حق العضویت هم از رای صندوق اجرا میشه، ما با او مخالفت چیده نداریم، چون ما ضرورت داریم که اونا هم کمک های بشری خود ادامه بدن. آقای اهدی، دولت امریکا یکی از شرایطش ای بود که از این پول ها و از این منابع مالی طالبان نباید استفاده بکنند. اما وقتی که شما میگین که مشوره شما ای بوده که اگر قرار باشه پول تازه چاپ شوه از این منابع باید استفاده شوه و در اختیار دولت یا رژیم طالبان قرار داره، در واقع شما دسترسی طالبان به این منابع رو تسهیل میکنین، درست؟ نه خیر، این مفکوره تنها از من نبوده، از طرف مقامات امریکایی اول اونایی را پیشنهاد کردن و دیگر هم به می چیز بودن، موافق بودن. خب در این قسم، یعنی میخواین بگین که امریکایی ها ذهنشان رو تغییر دادن، آله به این باور هستن که از این 3.5 میلیارد دلاری که
در اختیار شما و سه نفر دیگه، آقای مهرابی و یک امریکایی و یک سوئیسرلندی قرار داده بودن، آل میخواین که از این 3.5 میلیارد دلار طالبا باید مستفید شوند، درست؟ نه خیر، نه به این صورت نه، به این صورت نه. این پول نگاه میشه در مو صندوقی که برش ساخته شده، یگان وقت حالت استثنایی که مقدارش ممکن فیصدی بسیار کم باشه. در اون صورت اگر یک مصرف مطرح میشه، این چهار نفر سرش بحث میکنه و در اون صورت اگر قبول کردن در اون صورت اجرا میکنه. این که ما در پرنسیب قبول کرده بودیم که پول از پول چاپ بانکنوت از اینجا میدیم، معنای این نیست که او تصمیم گرفته شده. او جا دو اساسنامه نوشته شده که اینمی قسم مسائل میشه که از یه میشه و نه ای که حتما شدنی است، و فعلا او پول اونا خودشان دادن، از این صندوق اجرا نشده. درست، اما شما و همکارانتان، شما و همکارانتان در این صندوق آماده هستین ذهنن که در صورتی که بان با چاپ پول بیشتر ضرورت داشته باشن از طریق این صندوق حمایت شوند، درست؟ ما آماده هستیم که هر وقتی که از طرف اونا یک موضوع پیشنهاد شود که سریع بحث کنیم، و در پرنسیبی چونین بحث ما خارج از چوکات کارکرد این صندوق نمیدانیم. ممکن بعضی چیزهای دیگه باشه که مثلا اجراءات معاشات و مثلا قرضا و غیره و غیره، این مسائل باشه ممکن او در چوکات فعلی این صندوق نیستن، ولی مسائل پولی سیالیت بانک ها و بعضی مسائل تقریبا 7-8 موضوع ذکر شده، اینی قسم موضوعات اگر اونا ضرورت داشته باشه در اون صورت سرش بحث میشه، شرایطش وضع میشه و بعد از او قابل اجرا خواهد بود. ولی به من قسم پیشتر گفتم این پول اونا خودشان دادن، از امکانات خودی را تمویل کردن و از امکانات صندوقی تمویل نشد. اما آنچه که شما میگین که در پرنسیب شما آماده هستین و این صندوق آماده است، در واقع به معنای دور زدن محدودیت قبلی است که طالبا نباید از این داشته ها یا ریزرو مردم افغانستان استفاده بکنند، درست؟ اگر چون مردم، آقای هدی، مردم میخوان یک پاسخ واضح از شما بشنوند و از طریق این برنامه حال که فرصت در اختیار شما قرار گرفته و در اختیار ما قرار گرفته، لطفا به مردم بگین که آیا طالبا از این پول مستفید خواهد شدن یا خیر؟ طالبا این پول هیچ وقت برای حکومت طالبا داده نمیشه و هیچ وقت نگویم برای فعلا. اگر یک وقت حالت نرمال میشه و مشکل افغانستان حل میشه، طبعا این پول پس باید به حیث سرمایه بانک مرکزی قرار بگیره، ولی برای فعلا در حالات فعلی این پول، کنترل این پول، مصرف این پول به دست حکومت نمی باشه، به دست بانک مرکزی نمی باشه. اما بعضی مصارف ضروری را که این کمیته و حکومت امریکا که در اونجا عضویت داره اینا لازم بدانند، در اون صورت از اینجا چیز میشه، اجرا میشه. من فکر میکنم بسیار با وضاحت این گپ گفتم، بازم تکرار میگم که این پول از صندوق اجرا نشده. درست، این پول فعلی گفتین اجرا نشده، قبلا اوردر داده شده بوده به اصطلاح و آل در اختیار حکومت طالبان و بانک مرکزی که در کنترل از اون است قرار میگیره. اما شما گفتین که نظر شما بود که اگر نیاز باشه از صندوق مالی افغانستان که در اختیار شما هست نیمی از او فعلا از او استفاده شود. شما گفتین که ذهنن شما آماده هستین برای زیگر. این نظر همه کسایی که دمی کمیته بود با شمول امریکا این نظر اون هستن. بله. خب آقای تام وست چند پیش در یک گفتگوی با جمع از رسانه ها گفت که احتمال کلانتر شدن اعضای، یعنی بیشتر شدن اعضای کمیته وجود داره. آیا همچه یک بحث برای افتاده یا قرار است کمی چهار نفر، شما آقای مهرابی و دو نفر نماینده خارجی ها، به می اکتفا شود؟
خب در آینده امکان کلان بودنش هست. قرار بود که یک نفر از اتحادیه اروپا هم عضویت داشته باشه که دلایلش من نمیفهمم. البته حکومت امریکا خواهد فهمید که چرا تا بالا از اونا کسی اشتراک نکردن. ولی یک کمیته دیگه، کمیته تخنیکی یا کمیته مشورتی قرار است که تشکیل شود که او امکان داره یک کمی کلانتر باشه، ولی تا بالا تشکیل نشده طبعا. درست. مردم افغانستان چطور میتونن مطمئن باشن که از این پول سوء استفاده نمیشه، یا ای که در اختیار رژیم طالبان که هنوز نه مشروعیت داخلی دارن و نه مشروعیت بین‌المللی، در اختیار از او قرار نمیگیرن؟ چطور میتونن مطمئن باشن؟ خب تابان خو هیچ کسی ای را گفته نمیتونه که پول به دسترس حکومت طالبان قرار گرفته باشه. و دهی خو این پالیسی حکومت امریکا بود. حکومت امریکا در اول تحریمایش بسیار قوی بود. باز وزارت مالیه، یک وزارت مالیه امریکا یک چند ماه قبل تحریما را در بعض ساحات یک کم نرمتر ساخت که معاملات ملل متحد اجازه داد که شوه از رای سیستم بانکی اجراعات شوه. و در این قسمت هم اونا یک نظر دارن که خب پالیسی امریکا چیز است دیگه، یعنی طور نیست که میخواین که با امرای طالبا به اصطلاح انگلیسیشان که انگیج باشن، تعاملات داشته باشن، با وجودی که به رسمیت نمیشناسن، با وجودی که بسیاری چیزها را خوش نیستن، ولی کاملا اونا را از تعامل با اونا ابا نمیورزن. و ای هم یک مثال یا نمایندگی میکنه از امون ذهنیت که بعض مسائل ضروری دولتی را اینا با امراشان مطرح میکنن و در صورت ضرورت اجرا هم میکنن. آقای اهدی، شما بدون شک در گذشته هم تمایل به این داشتین که با حکومت قبلی طالبا همکاری بکنین، یا حداقل در بخش بانکی، بانکداری و بانک مرکزی افغانستان مسائل مالی شما راهنمایی ها و مشوره های در اختیار از او قرار دادین و آل هم این تمایلتان را پنهان نکردین و گفتین که اگر ضرورت شوه حاضر هستین از این پول در اختیار بانک مرکزی که در کنترل طالبا است قرار بدین. چطور مردم افغانستان مطمئن باشن که شما شخصا برای به خاطر کمک به حکومت طالبان از این پول استفاده نمی کنید؟ خب این خو یک چیزی پنهان نیست که پول خو ما به دست ما نمی باشه، خو از حساب بانکی اجرا میشه. اگر یک مسئله باشه که خارج از این چوکات باشه، اول خو تنها مربوط به من است، مربوط به آقای مهرابی نیست. تصامیم در این قسمت به توافق آرا گرفته میشه. اگر یک نفر هم مخالفت کنه در این موضوع، او مصرف اجرا نمیشه. به او اساس ما فکر میکنیم به اندازه کافی محافظت از این حالت است که یک نفر که به طبع تنها یک نفر صورت نگیره این معاملات. من هیچ شک چیزی در او نمی بینم. و حالا اینطور نکنیم که به اصطلاح خب اگر احتمال 1% باشه یا کمتر از 1% هم باشه، ما بالکل از همه چیز تیر شویم، به خاطر که یک کس فرض کرده میدانه که از این یک سوء استفاده صورت بگیره. ما از چانس سوء استفاده را هیچ نمیبینم در اینجا و طبعا تا بال خو هیچ چیز نشده و در آینده هم ما هیچ چانس سوء استفاده را نمیبینم. بسیار خوب. آقای اهدی، ریزرو یا پسندازهای بانک مرکزی افغانستان در روزی که رژیم یا نظام جمهوریت سقوط کرد چی مقدار بوده؟ خب تا جایی که برای من تقریبی معلوم است که بیشتر از 9.2 میلیارد اینا ذخایر داشتن بیرون از کشور و از او جمله در حدودی 7 میلیاردش در امریکا بود و بیشتر از 2 میلیاردش در امارات و در اروپا و در انگلستان. در داخل افغانستان چه مقدار؟ در داخل افغانستان برای من معلوم نیست. در داخل افغانستان مقدار طلا است اونجا. او طلا که در ارک قرار داره، او طلا به اصطلاح بانکدارا او استاندارد نشده.
او خشت هر خشت طلا باید استاندارد باشه. یک وقت ما میخواستیم که او را استاندارد به طلا استاندارد بسازیم، ولی باز ترسیدیم، گفتیم که مال مردم گپ نسازن که اینا خشت او شد و ده یک مقدار گم شد و یک مقدار غیره و غیره. باز به اساس آموترمان اونجا ما یک اندازه ذخایر طلا داریم در ارگ، ولی پول ما که زیادتر به دلار بود و به نیویورک بود و این کلی پول هم از بانک مرکزی نیست، یک مقدار از این پول ها مربوط با بانک های خصوصی است. بعضی شما برای ما معلومات موثق نیست، برای پیش بانک مرکزی و پیش بانک های خصوصی است، ممکن در حدود 500 تا 1 میلیارد دلار از اونا باشه. خب. و یک مقدار پولم دائم به امرای بانک مرکزی از وزارت مالیه می بود، ممکن در حدود 7-7.5 میلیارد باشه. درست، ذخایر بانک مرکزی افغانستان در داخل خاک افغانستان میگن 7.5 میلیارد دلار بود روزی که جمهوریت خود کرد؟ آخه بیرون به می شمولی که پولی که در داخل آقای اهدی، شما چون تجربه ریاست بانک مرکزی را دارین و همچنان وزارت مالیه افغانستان و همچنان پست های دیگه در کابینه 20 سال گذشته کابینه های افغانستان داشتین، معلومات شما چی است؟ مقدار پولی که در ذخایر بانک مرکزی افغانستان به صورت فیزیکی در داخل خاک افغانستان در داخل بانک مرکزی بوده، در روز سقوط چی مقدار بوده؟ برام معلوم نیست. چی حدس میزنین؟ در چی حدود ممکن است بوده باشه؟ نمیدونم. سابق میدانستم آلی از یادم. سابق چی مقدار بود؟ سابق؟ وقتی که در بانک بودم یک تخمین تقریبی یک چیزی میفهمیدم که ارزش طلایی که در ارگ است چقدر است، او را فعلا نمیدونم. خب، پول به صورت فیزیکی در وقت چی مقدار بود آقای حدی؟ پول منظورتان چیز؟ پول یعنی پول بانکنوت. خوب ببینین، وقتی که ما رئیس بودم ما در حدود 20 میلیارد چاپ کرده بودیم، ولی وقتی که حکومت سقوط میکرد برای ما گفتن که در حدود 280 تا 300 میلیارد افغانی اونا در جریان در نشر کرده بودم و در جریان بود یا در چلن بود. به این اساس و معلومات خو پیش ما دقیق نیست. درست. این که درست. چقدر بانکنوت رو جاست، اگر بانکنوت می داشتن خب ممکن اونا نشر می کردن، ممکن این مشکل بانکنوت های کونه به این اندازه نمی بود. آقای اهدی، اهمیت سوال دهی است که اگر در بانک مرکزی که فعلا در کنترل طالبان است، اگر پول کافی وجود نداشته باشه، طالبان با استفاده از کدام منبع 110 میلیارد افغانی پول میپردازند؟ یا امی مجموع قیمت 110 میلیارد افغانی پولی که چاپ میشه، شما گفتین حدود چند میلیارد افغانی میشه، ای از کجا تامین میشه؟ آیا بنیه مالی نقدینگی برای پرداخت از این مصرف نزد بانک مرکزی طالبان هست یا خیر؟ خب ما گفتم که ما فکر میکردیم ممکن به اون اندازه پول نداشته باشه، ولی حالی که اونا این پول تادیه کردن که معنایشی هست که پول دارن، ولی که چقدر پولی دیگه دارن، این پول از کجا کردن، او را خود طبعا من معلومات ندارم که یک کسی باشه در اون بانک که حساب پیشش موجود باشه که این جواب داده بتانه. او را من برتان گفتن نمیتانم و گمان نکنم هیچ کسی بیرون از حکومت بیرون از بانک برتان گفتن. درست. شما آینده نرخ افغانی در برابر دیگه ارزهای خارجی را ظرف یک سال پیش روی چگونه پیش بینی میکنید؟ خب به می قسمی که کمک‌های خارجی دوام میکنه که حالا هفتوار تقریبا به حدود 40 میلیون دلار به افغانستان میرسه و او به افغانی تبدیل میشه، انشاءالله قیمت افغانی نسبتا ثابت خواهد ماند. اونا یک وقتی میخواستن که ای را به عوض افغانی از دلار استفاده کنه و در اونجا من مشوره دادم که ای برای ارزش افغانی بسیار نقص میکنه. اگر خواسته باشیم که ارزش افغانی سقوط نکنه، دیگه در اون صورت باید امیر را تبادله کنین و افغانی را بسند برای مردم تقسیم کنین. اگر به این حالت فعلی دوام کنه و افتوار در حدود 40 میلیون یا کم و بیش پول ارزش شوه، دیگه در اون صورت امکان داره که کمک افغانی هم ثبات خود را نگاه کنه، ولی به این حال
این ارقام را باید بانک مرکزی داد، ارقام باید آدم داشته باشه که از او با او اساس پیش بینی کرده بتونه. خب شما با کی مشوره دادین؟ گفتین که برشان مشوره دادین. اگر این چاپ نوت امی بانک نوت های نو بدونی که بانک نوت کهنه جمع شوه و اینا هم به بازار ارزش شوه، در اون صورت امکان داره بر ارزش افغانی تاثیر بد کنه، چون معنایش است که عرضه پول زیاد میشه. ولی اگر اینا پول بانک نوت نو به چلن مندازن و بانک نوت کهنه را که مندرس میگه او را دور میکنه، باز در اون صورت ما خطر چیز نمیبینم، خطر تقلیل ارزش افغانی را نمیبینم. اگر اونا پس نکنن بانک نوت های کهنه را و بانک نوت نو زیاد کنن، در اون صورت عرضه پول زیاد میشه. وقتی که عرضه پول زیاد شوه، ارزش پول پایین میاد. درست آقای اهدی، شما گفتین مشوره دادین، شما با کی مشوره دادین مشخصا و چی زمانه؟ یک وقتی از ما یکی از مشاورین UN پرسان کردن، از یک کس پرسان کرده بود، باز گفتن که شما چی فکر میگه اگر ما دلار بدیم تاثیرش چی خواهد بود. من فکر گفتم که تاثیرش ایست که افغانی ارزش خود بسیار از خب. اعتماد شما از لحاظ توان تکنیکی و مسلکی حرفه‌ای بالای مسئولین بانک مرکزی فعلی حکومت طالبان چه مقدار است؟ آیا اونا توان سنجش همچون مسائل پیچیده مالی و بانکداری دارن؟ خب من شک دارم و کسایی که تکنیکی و مسلکی بودن یک تعداد زیادشان رفته، ولی بازم یک تعداد هستن اونجا. اگر بانک مرکزی و رؤسای امور خواسته باشند که استقرار پولی داشته باشه، من فکر میکنم به اندازه کافی پول مردم پیدا میشه اونجا که این مسائل بفهمن و با امرایش رئیس رئیس فعلی بانک مرکزی طالبان شما از شناخت دارین؟ آیا او در سیستم و نظام بانکداری افغانستان تجربه داره؟ نه، من شناخت ندارم از اونا و فکر نمی کنم که داشته باشه. معاونین اونا آیا چنین تجربه دارن که همه طالبا هستن؟ خب باور من نیست، اونا اقتصاددان نیستن دیگه، اکثرتشان مولوی صاحب هستن. درست، اکثرتشان گفتین مولوی صاحب هستن و اقتصاددان نیستن به گفته شما. چطور؟ اگر رئیس سیاست پولیشان این مسائل بفهمه، با او هم کار شده میده. اون هم شما به عنوان یک احتمال مطرح میکنین که اگر بفهمه، درست؟ سوال ایست که وقتی که بانک مرکزی افغانستان در اختیار چنین یک گروه غیر حرفه‌ای از رؤسا و مسئولین قرار داشته باشه، شما چطور میتونین مشوره بتین که باید در اختیار ازی بانک پول قرار داده شود؟ این پول به کجا خواهد رفت؟ چه اعتماد وجود داره که از این پول سوء استفاده گروهی و ابزاری نشود؟ خب خود خوب بانک هست دیگر، یعنی این دولت قبول نشده، به رسمیت شناخته نشده، ولی بازم بالفعل خودنموج هست دیگر. اگر نظر امریکایی باشه که با امرای اینا در یک ساحه، در یک چوکات کار کنن و اون چوکات اینمی تشکیل اینمی صندوق بوده و اونا این قبول کردن که به این ساحه اینا کار میکنن با امرایشان، خب در اون صورت باز در اون ساحه ما با امرایشان. شما هر بار آقای اهدی از نظر امریکا صحبت میکنین، امریکا اگر چیم، شما به عنوان یک شهروند افغانستان که مسئولیت دارین، رهبر یک حزب بودین در افغانستان، بیش از 20 سال در کابینه افغانستان بهترین چوکی ها را به اصطلاح شما داشتین و از او بهره بردین، نظر شما چیست؟ نظر شما به عنوان یک شهروند چیست؟ نظر ما ایست که ما یک حکومت نرمال میخواهیم، یک بانک مرکزی نرمال میخواهیم، باید مردم مسلکی این مسائل پیش ببره. ما طرفداری نیستم که یک قشر بر همه امور دولتداری و حکومتداری و این مسائل حاکم شود. ما یک حکومت میخواهیم که حقوق شهروندی در اونجا محفوظ باشه، مردم حکومت خود بر اساس رای انتخاب کنه و آزادی کلام داشته باشه. این خواستهای ما خوب تغییر نکرده، خواستهای ما اونمو خواستهای سابق است، ولی در این حالت اضطراری فعلی
و این خواسته هایی که از که حکومت امریکا میده رد نکده، اونا هم همین چیزها را میخواین برای فعلا خود، ولی با وجودی همین مشکلاتی که فعلا هستن، بازم اینمی قرار شده که در بایستاهات با امرای حکومت فعلی طالبا یک تعامل موجود باشه و او صاحه که دی تعامل اجازه داده صاحه پولیس تک. بسیار تشکر از این فرصتی که به تلویزیون آمو دادین، تشکر از شما و خدا یارتن. تشکر از شما. خدا حافظ.